سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. به مجموعه برنامه ناگفته های تاریخ خوش اومدید. تاریخ مملو از اتفاقات، اسرار و شگفتی هاست. ناگفته هایی که با دونستن اونها دنیای امروز و فردای ما تغییر میکنه. در حقیقت تاریخ صندوقچه اسراره. در این مجموعه ما اتفاقات جالب و عجیب تاریخ ایران و جهان رو با هم بررسی میکنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید. لباس های قاتل. در قرن 19 میلادی بسیاری از افراد از یک مد جالب، یعنی پوشیدن لباس هایی با تناژ سبز، تبعیت می کردن. اما این رنگ مخاطراتی برای سلامتی افراد داشت. طی قرن 19 میلادی مدهای پوشاک رشد چشمگیری داشت و بسیاری از کشورها مثل ایتالیا و فرانسه به صنعت مد علاقه نشون می دادن. اما جالبه بدونید یکی از مدهای اون زمان بسیار خطرناک بود. لباس‌های سبزی که در اون دوران طراحی و ساخته می‌شد از پارچه‌هایی استفاده می‌کردند که پایه و اساسشون آرسنیک بود. قطعاً می‌دونید آرسنیک چیه و تا چه حد خطرناکه. آرسنیک سمی بسیار مهلکه که در مراحل اولیه قادر به ایجاد مسمومیت و در مراحل پیشرفته قادر به کشتن افراده. از آرسنیک برای کشتن حشرات موذی، موش‌ها و مواردی مشابه استفاده می‌شده. اما از همین سم به علت رنگ سبز خاصی که به پارچه می‌داد، برای رنگ‌آمیزی هم استفاده می‌شد. به نظر می‌رسه در اون دوره مشخص نشده بود نرخ مخاطرات آرسنیک تا چه حده. افزون بر لباس، از آرسنیک در انواع کلاه‌ها و گل سرها هم استفاده می‌شد. و حتی یکی از مشهورترین طراحان گل سر به نام ماتیل لشور هم در سن 29 سالگی به علت کار با آرسنیک جان باخت. مجله پزشکی بریتانیا به یاد این رسم اشتباه لباس‌های طراحی شده با رنگ سبز آرسنیکی رو لباس‌های قاتل زنان نامید. بر اساس خبرها، زنانی که این لباس‌ها رو می‌پوشیدن زخم‌های شدیدی روی پوست خودشون داشتن و کارگران ساختمانی که لباس‌های کارشون سبز آرسنیکی بود، دچار لطمه‌های بسیار جدی و خطرناک می‌شدن. داروی معده دردی که نوشابه شد. نوشیدنی پپسی به عنوان یکی از پرطرفدارترین نوشابه‌های جهان شناخته میشه. اما جالبه بدونید پپسی قبل از مشهور شدن اصلاً قرار نبود نوشابه باشه. بسیاری از افراد نمیدونن که پپسی در واقع نوعی دارو بوده. سالها پیش در سال 1893 داروساز جوانی به نام کیلب برادهم تصمیم گرفت یک داروی جدید رو آزمایش کنه. اون ترکیبی جالب و جدید رو آزمود که قصد داشت وضعیت معده افراد رو بهبود ببخشه. در واقع هدف اون ارتقای وضعیت معده افرادی بود که با مشکلاتی مثل هضم غذا روبرو بودن. او این دارو، یا بهتره بگیم شربت، رو در قالب نام شربت براد به بازار ارائه کرد. اون به مشتریان تاکید می‌کرد دارو رو بعد از غذا مصرف کنن. اما طعم این نوشیدنی به حدی عالی بود که به مرور حتی افرادی که نیازی به نوشیدنی معده نداشتن هم از این دارو استفاده کردند. بر این اساس نخستین نمونه‌های پپسیکولا در سال 1898 پس از ایجاد برخی تغییرات در دارو وارد بازار شد. حتی جالبه بدونید که نام پپسی هم از یک آنزیم گرفته شده. آنزیم پیسین اولین آنزیمیه که در حوزه گوارش و معده کشف شد و در نتیجه داروساز سرشناس ما تصمیم گرفت این نام رو برای نوشابه خودش انتخاب کنه. تاجری که با اشتباهاتش ثروتمند شد. شاید اگر قرار باشه فهرستی از خوششانس‌ترین تاجران جهان تهیه کنیم، بد نباشه اگر نام تیموتی دکستر رو در صدر این فهرست قرار بدیم. فردی که حتی در تصمیم‌گیری‌های اشتباه خودش درست عمل می‌کرد. تیموتی دکستر
یک تاجر آمریکایی بود که در قرن 18 میلادی زندگی می‌کرد. اون اساساً شم اقتصادی نداشت، اما با این ضعف بزرگ یکی از ثروتمندترین تاجران زمان خودش بود. تیموتی اغلب اهل انجام فعالیت‌های عجیب و غریب بود. در واقع زندگی اون پر از تصمیم‌هایی که توجیه منطقی ندارن، اما بسیار موفقن. برای مثال او یک بار مراسمی ترتیب داد تا دیگران رو قانع کنه که مرده و سپس بررسی کنه پس از مرگش بازماندگان چه بازخوردی دارن. تیموتی یک هنرمند چرمساز بود که در سال 1748 در نزدیکی بوستون متولد شد. پس از ازدواج با یک بیوه ثروتمند لقب لرد گرفت و به جامعه ثروتمندان سرشناس راه یافت. سپس به بوستون رفت و از همونجا زندگی عجیب تجاری خودش رو شروع کرد. اون همیشه در معاملاتی وارد می شد که همه تصور می کردن به سرعت شکست می خوره. اما ماجرا برعکس می شد. در اواخر دهه 1700 دلار به عنوان نخستین شکل پول کاغذی آمریکا هیچ اعتبار عمومی نداشت و بسیاری از افراد ثروتمند با خرید برخی از صورت حساب‌های معتبر معامله می‌کردند. دکستر تصمیم گرفت تمامی پول‌های خودش و همسرش رو برای خرید سکه‌های نیمه رسمی سرمایه‌گذاری کنه و به شکل عجیبی با تصویب قانون اساسی ایالات متحده تا پایان قرن 18 ناگهان خریدهای بی ارزش دکستر با ارزش و او به شدت ثروتمند شد. مدتی بعد یک تاجر مکار سعی کرد دکستر رو فریب بده و با دریافت کل سرمایه او به وی 42,000 سیستم گرمایش تخت فروخت. این ابزار برای ایالت‌های بسیار سرد کاربردی بود. اما این تاجر برای شکست دادن دکستر به وی توصیه کرد این ابزار رو در هند بفروشه. دکستر ساده دل به هند رفت و دید با گرمای هوای بیش از حد هند هیچ کس نیازی به سیستم گرمایشی نداره. شاید تصور کنید دکستر در این بخش شکست خورد و ورشکست شد. اما اشتباه میکنید. دکستر در معامله‌ای باور نکردنی این سیستم گرمایشی رو به افراد تولید کننده اقلامی مثل قارچ فروخت تا در شرایط گلخانه‌ای و با سرعت بیشتری محصولات خودشون رو تولید کنن و در نتیجه نه تنها شکست نخورد بلکه سودی 79% رو به دست آورد. بار دیگه یک تاجر سعی کرد سر دکستر رو کلاه بگذاره. وی دکستر رو قانع کرد که برای فروش زغال سنگ به نیوکاسل بره. اما به وی نگفت نیوکاسل دارای یک معدن زغال سنگ بزرگه. این بار هم در کمال ناباوری دکستر شکست نخورد. چون در عجیب و غریب ترین اتفاق ممکن زمانی که دکستر به نیوکاسل رسید معدن در اعتصاب بود و مردم برای خرید زغال سنگ به او پناه آوردن و در نتیجه دکستر با 1.5 بشکه نقره خالص از این معامله پیروز بیرون اومد. او کتاب خاطرات خودش رو هم منتشر کرد. اگرچه کتاب او پر از غلط املایی و انشایی بود و ناشران مطمئن بودن هیچ کس این کتاب رو نمیخره، اما در کمال ناباوری کتاب او به چاپ دوم هم رسید. داستان فرار شجاعانه آلن و ویلیام کرافت. آلن و ویلیام کرافت دو برده شجاع آمریکایی بودند که موفق شدند با یک نقشه ماهرانه و شجاعت کامل از ایالت جورجیا فرار کرده و به فیلادلفیا سفر کنند و در نتیجه برای همیشه با برده‌داری خداحافظی کنند. آلن و ویلیام کرافت برای موفقیت در نقشه خودشون از هیچ سفید پوستی کمک نگرفتن و در واقع دو نفری و با هوش خودشون یک نقشه عجیب و جالب رو طراحی کردند. نقشه اونها باعث شد بعدها خودشون و دو فرزندشون برای همیشه از برده بودن خلاص بشن. اما شاید بهتر باشه ماجرا رو از آغاز تعریف کنیم. آلن کرافت یک برده دورگه سیاه و سفید پوست بود که شباهت زیادی به سفید پوست ها داشت. طبیعتاً او حاصل یک ازدواج رسمی نبود و برده دار سفید پوستی که از مادرش به عنوان برده و خدمتکار در خونش استفاده می کرد، مادر آلن رو باردار کرده بود و سپس
همسر این مرد یا مادر ناتنی آلن، برای حذف شواهد این رسوایی، آلن 11 ساله رو به خونه دیگه‌ای برای بردگی فرستاد. به هر حال، با توجه به اینکه آلن ظاهری شبیه به سفیدپوست‌ها داشت، کمتر مورد ظلم بود. اما هرگز در جامعه سفیدپوست‌ها جایگاهی نداشت و مدام تحقیر می‌شد و البته برده بود. ویلیام کرافت یک برده کاملاً سیاه‌پوست بود که در سن 16 سالگی با آلن آشنا شد و خیلی زود عاشق همدیگه شدند و در نهایت در سن 20 سالگی هم ازدواج کردند. اما این دو همیشه از شرایط بردگی خودشون ناراحت بودند. در نتیجه در کریسمس سال 1848 تصمیم گرفتند نقشه‌ای کشیده و برای همیشه از برده‌داری فرار کنند. آلن برنامه ریزی کرد تا از ظاهر خودش با برخی تغییرات استفاده کنه. او لباسهای مردانه پوشید و موهای خودش رو کوتاه کرد تا نشون بده یک مرد برده داره که با برده خودش، یعنی همون ویلیام، قصد سفر داره. در اون دوران یک زن سفید پوست به تنهایی سفر نمی کرد. بنابراین اونها مجبور شدن از این ترفند برای پنهان کردن هدف خودشون استفاده کنن. برای فاش نشدن تون صدای زنانه هم آلن خودش رو به مریضی زد و صحبت نمی کرد. با توجه به اینکه سواد هم نداشت، دست خودش رو در شالی پیچید تا نشون بده به علت بیماری قادر به نوشتن نیست. در طول فرار، اونها از کوپه های درجه یک استفاده و در بهترین هتل ها هم اقامت کردند. برای خرید لباس های مبدل، این زوج ماه ها صرف جویی کرده بودن و در نهایت موفق شدن فرار کنن و برای همیشه آزاد زندگی کنن. پادشاه سنت شکن هاوایی. در طول زمان، زنان زیادی برای رسیدن به حقوق اولیه خودشون تلاش کردند و خوشبختانه اکنون شرایط زنان نسبت به صدها سال گذشته بهتر شده. اما جالبه بدونید در طول تاریخ گاهی مردان هم مدافع حقوق زنان بودن. صدها سال پیش مردان در هاوایی به شدت بر زنان برتری داده می شدن و این موضوع در فرهنگ بومی هاوایی به شدت جا افتاده بود. موضوع برتری مردان نه تنها در اجتماع بلکه در کوچکترین مسائل زندگی مردم هاوایی دیده می شد. برای مثال زنان در هاوایی مجاز به خوردن غذا با مردان نبودن و باید در پستو غذا می خوردن. این کار تا سال 1819 ادامه داشت. اما پادشاه هاوایی در اقدامی سنت شکنانه همه ی این رفتارها رو با یک حرکت ساده پایان داد. ماجرا از این قرار بود که در جریان یک جشن مذهبی با حضور پادشاه کامهام‌های دوم قرار شد زنان در هنگام صرف غذا اتاق رو ترک کنن. اما پادشاه فرمان داد زنان جشن رو ترک نکرده و همراه با همسران خودشون غذا بخورن. این موضوع باعث حیرت همگان شد، اما چاره‌ای به جز اطاعت نداشتن. در نتیجه این رسم در همه جای کشور به سرعت مرسوم شد و کم کم زنان در بقیه امور هم حقوقی برابر با همسران خودشون پیدا کردند. این روزها هاوایی به یکی از برترین مناطق جهان در حوزه گردشگری تبدیل شده و افراد زیادی به هاوایی سفر می کنن تا تعطیلات شگفت‌انگیز و ترکیبی از موج سواری، آفتاب و هوای تازه را تجربه کنن. گرچه بومیان هم با همون سنت‌های اصیل خودشون میزبان گردشگرانن. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. نظراتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. براتون آرزوی پیروزی و سربلندی رو دارم. شاد باشید.